بسم الله الرحمن الرحیم. حیدر شدی تا پشت در، حیدر بکوبند، جای ملائک نیست بال و پر بکوبند. زهرا دلش میخواست ذکر یا علی را، روی عقیق سرخ پیغمبر بکوبند. هر کس تو را دارد چرا باید بترسد، مثل تو تنها از خدا باید بترسد. ما کوه را پیش تو جز کاهی ندیدیم، از دست تو غیر از ید اللهی ندیدیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان، ایرانیان عزیز و فارسی زبانان و علاقمندان به زبان فارسی در کشور آلمان. امیدوارم که همیشه تندرست و سلامت باشید. میلاد با سرسعادت و مسعود آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین محضر شما عزیزان تبریک و تهنیت باد. انشاءالله که این روزهایی که سراسر نوره، این روزهایی که پر از اعیاد بزرگ هست در دین اسلام، بر همه شما عزیزان فرخنده و مبارک باشه و با افتخار ویژه برنامه ولادت وجود نازنین حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو محضر شما عزیزان از خانه ایران برلین تقدیم حضور خواهیم کرد. با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. مستجیری به مستجار آمد، روح تازه گرفت بیت عتیق. کعبه‌ای که علی درونش نیست، چون رکابی بود بدون عقیق. صاحب خانه رفته در خانه، دیگر اذن دخول لازم نیست. حیدر از حفظ بود قرآن را، با وجودش نزول لازم نیست. بین آغوش احمد مکی آیه هایی ز مؤمنون میخواند، عقل کل بود و با کمالاتش عاشقان را سوی جنون میخواند. کعبه تنها نزادگاه علی در نجف نیز، خاک او کعبه است. سجده آورده ایم سمتش، چون اولین سینه چاک او کعبه است. ملک الموت پیش مرگش بود، او که شاگرد ذوالفقار علی است. خلقت اهل بیت کار خداست، ما بقی هرچه هست کار علی است. کیست مولا؟ همون که در کعبه بر روی شانه پیامبر رفت. شانه های نبی همون عرش است، حیدر از عرش هم فراتر رفت. گردش روزگار دست علی است، کهکشان دانه های تسبیحش. در خیبر شکسته چیزی نیست، فتح اون قله یا قلعه بود تفریحش. چند سالی درست قبل ازل
زندگی را شروع کرده علی، هر زمان رزق میرسد از راه، شک ندارم رکوع کرده علی، شک ندارم رکوع کرده علی. کیست جبریل آن که خود گفته که علی بوده است استادش؟ ملک انبیاس جبرائیل، وحی را داد مرتضی یادش. شب معراج مصطفی حس کرد در پس پرده روبروی علیست، به گواه فمن یمت یرنی، بازگشت همه به سوی علیست. ذکر علی عبادت، اذن دخول رحمت. ذکر علی عبادت، اذن دخول جنت. هيا علی خیر العمل، خلاصه در ولایت، خلاصه در ولایت. او چه ها کرده، خدایی مرده، بی هم آورده، بی هم آورده، دوای درده، همه به دور کعبه میگردن، کعبه به دور علی میگرده. علی 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 یا حیدر، علی 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 یا حیدر، علی 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 یا حیدر. مادرم از مهر علی شیر داد بر دهنم، نام نکویش نهاد، به به از این مرحمت مادریم. حیدریم حیدریم حیدری یا علی مدد، یا حیدر موج تو زهرا، یا حیدر فارس الهیجا، یا حیدر یا علی مولا، یا چگاه من شد امان نامه بر گناه من، سایه لطفت شد پناه من، نور عشق تو نور راه من، یا علی هستی پادشاه من، تا هستی امیرم، تا بنده قدیرم، آرزوم همین سحنت بمیرم. یا حیدر یا علی مولا، یا حیدر یا علی مولا، یا حیدر یا علی مولا، یا حیدر.
باسم من سماه هو من عرشه يا علي نادى قول ابو الزهره باذن ظل نجواه ولمن والاه عادي من عادى للحشر وياك يا ولي الله غصبا عن الاعادي يا حيدر انادي وبروحي اطوفك يا كعبة فؤادي يا كعبة فؤادي يا هيدر يا علي مولا يا هيدر يا علي مولا يا هيدر يا هيدر شاه مردانی تکیلی هیدر شیر یزدانی ساقی کوثر فاتح بدر و فاتح خیبر چون که می جنگی در صف لشکر ذوالفقار تو می کنه محشر ضربه هاش یکیه شگفتت تیغ زن بغاره همتایی نداره یا هیدر یا علی مولا یا هیدر یا علی مولا یا هیدر یا علی مولا یا هیدر یا هیدر افتل تراب مهجت وعيني حب ابو الحسنين من عجن طيني من نبي الدارين نظرتك فيني شيعي واتباهي حب علي ديني دلالي وضميري كل شدة نصيري خادم انا وهتي بس حيدر أميري بس حيدر أميري يا هيدر يا علي أمام من أسلو من أم غلام علي علي هزار جان جرامي فداي نام علي بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی شب ولادت با سر سعادت مولای ما امیر المؤمنین ولی المؤمنین قائد و قر المحجلین علی علیه السلام است. اگر بخواهیم فضیلت مولا رو بیان کنیم، آب ده و آبهای دریاها طبق روایات اگر دریاها مرکب شوند و گیاهان و درختان قلم شوند، فضائل علی وسیع‌تر و بالاتر و عمیق‌تر است. بنابراین به قول اون شاعر میگه توی آن نقطه بالای فوق ایدیهم که در وقت تنزل تحت بسم الله را بایی. با همین یک شعر میشود در رابطه با امیرالمؤمنین سخن گفت. اما من جمله‌ای و نکته‌ای به نظرم آمد، اصولا شخصیت‌ها رو ما اگر بخوایم معرفی کنیم از دو راه امکان پذیر است. یکی مسئله
نسب و دیگری حسب است. گاهی ما از راه نسب باید اون شخصیت که این آقا کیه، فرزند کیه، در کدام خانواده بزرگ شده، ریشه و اصالتش چیه، گاهی از راه حسبه. حسب به این معناست که فضائل او، خلقیات او، اخلاقیات او، مراتب عالی انسانی و نفسانی و عقلانی او میشه او رو معرفی کرد. امیر المومنین از هر دو حیث امتیاز فوق‌العاده‌ای داره. از نظر نسب علی فرزند ابو طالبه، ابو طالب فرزند عبدالمطلبه، عبدالمطلب عبد منافه، عبد مناف تا میرسه به حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم. روزی که اسماعیل به دنیا آمد حضرت ابراهیم دعا کرد، ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تا به اینجا رسید، ربنا فاجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا تو این سرزمین بی آب و علف فرزندم رو آوردم، خانوادم رو آوردم، خدایا دلهای مردم رو تا قیامت متوجه او و فرزندان او کن. لذا علی همون نتیجه ی همون دعاست. امیر المؤمنین از نظر نسب میرسه به حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم. اون شخصیتی است که وقتی در خانه کعبه مادر فاطمه بنت اسد داره طواف میکنه، درد مخاض بر او غلبه پیدا میکنه. همه مورخین این رو نقل کردن، سنی و شیعه. فاطمه دعا میکنه، خدایا اینجا نمیخوام دست نامحرم به بدن من بخوره. مادر علیه، کنت نورن فی اصلاب شامخه و الارحام المتحره، تو دعا میخونیم، تو زیارت نومه میخونیم. لذا دیوار خانه کعبه شکاف برمیداره و فاطمه بنت اسد وارد خانه کعبه میشود و علی به دنیا میاد. که من اینجا خاطراتی دارم، اما چه کنیم که زمان نداریم. یادم میاد یکیشو بگم خیلی سریع. یادم میاد در سالهای شاید 70 بود، 71 بود، داشتن کعبه رو بازسازی میکردن، دور دیوار کعبه از این دیوارهای مصنوعی گذاشته بودن، کسی نمیتونست دیوار کعبه رو ببینه. همون موقع سر و صدا شد، گفتیم چه خبره، گفتن داخل کعبه همینطور که داشتن میکندن رسیدن به یه سنگی که نوشته اینجا محل ولادت علی ابن ابی طالبه. در عرض چند دقیقه آمدند و حرکت امنیتی کردند و سنگ رو گفتن خورد شده، در حال برداشتن متلاشی شده و اصل اساس و آثار رو برداشتن که از ولادت امیرالمؤمنین اونجا آثاری نباشه و شیعه نره اونجا استفاده کنه. به هر جهت وقتی فاطمه بنت اسد بعد از 3 روز از خانه کعبه بیرون اومد، فریاد میزد من مثلی، کیه مثل من، میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. من فرزندم علی رو در خانه کعبه به دنیا آوردم، در حالی که مریم با همه عظمتش، حضرت مریم دارای عظمت است، وقتی میخواست عیسی را علی نبینا و آله و علیه السلام به دنیا بیاره، خطاب شد اخرجی هازا بیت العباده لا بیت الولاده، اینجا محل زایشگاه نیست، اینجا محل عبادته، اما علی باید در کعبه به دنیا بیاد. خب این نسب امیر المومنین، حسب علی. واقعا فضائل امیر المومنین رو میشه شمرد. پیغمبر یه روز تو سخنرانیشون فرمودن اشجعکم علی، اعدلکم علی، اسخاکم علی، اقضاکم علی، اورعکم علی. همه صفات رو علی داره. شجاعترین انسانها امیر المومنینه، باورعترین انسانها، در قضاوتش، در عدالتش علی گل سرسبد موجوداته. چجوری ما میخواییم امیر المومنین به قول اون دانشمند سنی
از علمای اهل تسنن خیلی زیبا میگه، میگه لئن قیل اسلام و ما قیل حید، خیلی شعر قشنگه، لئن قیل اسلام و ما قیل حیدر فذلک قلب لیس ینبذه دم. اگر بگید اسلام، اینو یک سنی داره میگه، اگر بگید اسلام، اما این اسلام منهای علی، منهای امامت و رهبری، مثل یک انسانی است که این انسان قلب در بدنش نیست، وقتی قلب رو بردارن میمیره. اسلام روحش امیر المؤمنینه. من در اینجا میخوام یک جمله به جوانان عزیزم تذکر بدم و عرضم رو تمام کنم، بگم جوانان عزیزان، علی نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. من میخوام این جمله رو بگم، بگم جوانای عزیز من، قربونتون برم عزیزا، تا حالا گیلاس دیدید؟ گیلاس به درخت که آویزونه یه دونه چوب، خیلی دارم میخواد این مسئله توجه کنید، یه چوب باریکه رابطه این گیلاس رو با درخت برقرار کرده، تا این چوبه هست این گیلاس داره رشد و نمو میکنه، تراوت داره، نشاط داره. از درخت بکننش بعد از یکی دو روز خراب میشه، 10 روز دیگه قابل استفاده نیست، 20 روز بعدش قابل استفاده نیست. میدونید برای چی این مسئله زدم؟ بیایید اگر شده به اندازه یه چوب گیلاس ما رابطمونو با امیرالمومنین قطع نکنیم، رابطمونو با ولایت قطع نکنیم، هر جوری زندگی میکنیم اون رابطه رو داشته باشیم، نذاریم قطع بشه. وقتی با امیرالمومنین ارتباطمون رو قطع کنیم ضرر میکنیم، و بگیم آقا ما تو کرونا هم با شما بودیم، تو مشکلاتمون هم با شما بودیم، تو بحرانها هم دست از شما بر نداشتیم، الان مردم گرفتارن، شب عیده. علی میبرد در خونه مردم، در خونه فقرا به اونها کمک میکرد. آقای رئیس، آقای پولدار، آقای ثروتمند، آقای همسایه، به فکر همسایت باش. اگه ما میخواییم بگیم تولد امیر المؤمنین که روز پدر هم هست و باید حتما جوانای ما برن دست باباها رو ببوسن، لااقل این رابطه ها رو بریم دیدن پدرمون، میتونیم یه جوری این پدر رو حمایت کنیم و کمکش کنیم. بله حمایت چجوری؟ با ادبمون، با اخلاصمون. بله دوش از رو پل رد میشد، تو همین جنگ، همین داستان سیل اخیر خوزستان یه پل خراب شده بود، یه پل موقت درست کردن، پسره با باباش داشت میرفت که بره اون ور آب، باباه گفت دستتو بده به من، پسر 14-15 ساله گفت بابا جون شما دست منو بگیر، من دست شما رو نمیگیرم. گفت پسر من پیر شدم، یه وقت میافتم تو آب، تو دست منو باید بگیری. گفت بابا جون ببین، اگر دست شما تو دست من باشه این پل وسط این سیل خروشان سیل بشکنه، قطعا بدون بابا من تو رو رها میکنم، خودم رو نجات میدم، اما اگر دست من تو دست شما باشه، شما خودتو فدای من میکنی. این باباست. آی جوونا، بابای باباها امیرالمومنینه، در هیچ شرایطی ما رو رها نمیکنه. قدرشو بدونیم و ارتباطمون رو با ولایت حفظ کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. تشکر ویژه میکنم از همه شما عزیزان و همراهان گرامی. خوشحالیم که در میلاد وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام ولو به قدر خیلی اندک تونستیم عرض ارادت داشته باشیم به ساحت نورانی و مقدس آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. التماس دعا دارم از همه شما عزیزان، ایرانیان عزیزمون در آلمان و همچنین علاقمندان به زبان فارسی و فارسی زبانان عزیزمون در کشور آلمان، خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله تا ویژه برنامه‌های دیگه.